ایران در آینه جهان. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا: من امروز با امیر عبداللهیان درباره حملات حوثی‌ها در دریای سرخ صحبت کردم که جان بیگناهان و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. من به صراحت اعلام کردم که ایران با توجه به حمایت طولانی مدت خود از حوثی‌ها مسئولیت جلوگیری از این حملات را بر عهده دارد. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا: امروز من با همتای خودم گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا، تماس گرفتم تا درباره حملات حوثی‌ها در دریای سرخ که غیر قانونی، غیر قابل قبول و عمیقاً بی‌ثبات کننده هستند گفتگو کنم. این حملات یک مشکل بین‌المللی مهم محسوب می‌شود که نیاز به اقدام جمعی دارد. کرک لیپولد، فرمانده سابق USS کور: فعالیت‌های غنی‌سازی ایران و آیت‌الله‌ها به وضوح ثابت کرده است که آنها دنبال سلاح هستند. آنها به پیگیری آن ادامه خواهند داد. این کشور یک بی‌ثبات کننده نه تنها برای خاورمیانه بلکه برای جهان خواهد بود. بنابراین باید گام‌های مثبتی برای انجام تحریم‌های مکانیسم معاشه برداریم و سپس با دیگران همکاری کنیم تا به معنای واقعی کلمه شروع به خفه کردن رژیم ایران در سریع‌ترین زمان ممکن و مؤثر کنیم. مارشا بلکبرن، عضو مجلس سنای آمریکا: چرا بایدن تلاش می‌کند با محور جدید شر شامل ایران مماشات کند؟